چطوری محمود سال تو؟ خوبی؟ میام پیشت، میام پیشت. آقا من از سر پلان اومدم، سریع بگی میخوام برم دیگه، وقت ندارم. آره. آماده روز ابتی؟ برو. سلام، سلام. من بهروز هفتخمی هستم. یکی از کارگردان‌های توانای سینمای نظام، همون کسی که اسپیلبرگ تو نماز جمعه بهش اقتدام میکنه. فکر کنم منو بشناسین دیگه. آلفرد هیچکاک همه سناریوهاشو از روی رساله من مینوشت. البته شما فیلمای منو در سینماها دیدید. این عینکو فقط یه خورده زومتر بگیر، 7500 خیابون برلن دادم. آره. فکر کنم شما فیلمای منو در سینماها دیدید. من به خاطر فیلمم تونستم جایزه بهترین کارگردان و بهترین بازیگر رو از آن خودم بکنم. بهترین فیلمم فیلم اشک و لبخندها بود با بازی حاج علی دیکاپریو. ای حاج علی، قربون اون کله کدوت برم. یادش بخیر دفاع مقدس. تو گردان نصرت چپش بودی نه؟ خیلی ها بودن، خیلی. الان از اون برادران گردان نصرت چپش چند نفرشون بریدن؟ فکر میکنم بالغ بر 200 نفر باشن. اه 200 نفر؟ نوش 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 نوش. حالا فقط تو موندی نیست؟ فقط من موندم و من با کوله باری از گناهام. ولی حاج علی، اگه من بخوام گناهاتو تصویر کنم باز یه سریال 1000 قسمتی درست کنم. ولش کن، ولش کن لامصبو. چسب به این مقام عظما، به وضعیت مقام عظما فکر کن. آدم اشک شر میاد. آماده بود جلیا، آماده بود خلاصه. به این که الان خب خودم خیلی کنترل کردم، نمیتونم. الان خوبه تو میتونی خودتو کنترل کنی، اما من که نمیتونم چی؟ بابا این چرا اینجوری میگیریم؟ آقا این تو دلغک بازی تو از زمان جبه هم داری. بابا من دارم بهت میگم با حال ما معظم گریه کن، یه جوری گریه میکنه حس آدم میوره. از وقتی رفتی جبه این شکلی شدی قدش کن بابا. محمود آقا حاج علی دیکاپریو بعد از این فیلم نتونست دیگه نقش جدی بازی کنه، تا آخر اون به عنوان یک کمدین معروف از اون نام برده میشد. ازم به خدمتون که فیلم بعدی فیلم جایی برای پیرمردان نیست که اسکار هم گرفته. همه آماده هن؟ فیلم جایی برای پیرمردان نیست، میخوان بزنیم رو زب. همه آماده، نور، صدا، تصویر، حاج آقا همه آماده هن، میخوان حس بریم. آن حس، کرین آماده، کرین آماده، آماده، بریم. غلام گوله، برو. این کارهای خارجی ها تو اتاقاشون تمومی نداره. راست میگی، کارشون زیاده. خوش به حال شما ها که بازنشستی شدین، تو پایت نشستین. ای کاش حافظه هم مثل ما پیر نمیشون تا بتونی خیانت های اونا رو به یاد داشته باشی. کاشکی رو کاشتن در نیمان. فعلا که حافظمون همه از دست دادیم. ما من یادم نمیاد سر صبح نهار چی خوردم. آقا رو ناصرتان که با این پیشرفته ای که جوانای متخصصمون تو انرژی هسته‌ای کردن مشکل محکم کرده تو ذهنشون. یخ کنی ناصرتان که قرار بود یه جمله خنده دار بگی. آقا قرار بود یه جمله خنده دار بگی تو. آقا رو ناصر تان که میدونی اگه رژیم بگیری چی میشی؟ میشی ناصر قمقمه. حالا اینجا رو، اینجا رو، اینجا رو. آقا رو تو بیدید داشت میمد اینجا گنجشکه کنارش باشده بود، تکون نخور، پرم نزد. به خاطر این نبودش که خیلی دوستت داره، به خاطر این بود که آدم ثابت نکرد. بله، این سکانس جایزه خنده‌دارترین سکانس تاریخ سینما رو از آن خودش بره. حالا بریم سر درام‌ترین سکانس تاریخ سینما. میبینم که شما یک ساعت اینجا وایسادید، دارید همین یکیکه از مرقد امام راحل رو تمیز میکنید. میتونید بگید چی رو دارید تمیز میکنید؟ نمیتونم بگم. آشکال واقعا من هم اگه جایی بودم نمیتونستم بگم. ببین چقدر طبیعی داره گریه میکنه، خیزه خالی مون کرد. بابا این جودی فاستر میمونه این بابا، این آبشار دوغلو داره عشق میریزه. آقای کارگردان بردو بیارو بگی تک تک الان خیز میشه کل آستانو میبره آب. گریه نکن، خیلی طبیعی گریه میکنی. آشکال اون گریه نکن، چقدر طبیعی گریه میکنه. خب و ما بهترین فیلم کارنامه هنری دیوارهای یخی که هنرپیشه نقش اول اون یه معتاد کنار خیابون بود که من خودم استعدادش تو بازیگری کشف کردم، مطرحش کردم، اومدم ازش استفاده کردم، بردمش رو اکران. ناچس الان روزی 10 تا فیلم بازی میکنه. هیچ خدایی رو بنده نیست. من مطرحش کردم ولی هیچ خدایی رو بنده نیست. شما حالا فقط یه صحنه شو ببینید.
ببین گدا گدوله، حتما تا الان فهمیدی که من کیم. خامنه‌ای تویی؟ ما خامنه‌ای جد و آبادته. او تو دیالوگ رو چرا حفظ نکردی؟ آقا این دوباره چت کرده که خودش خامنه‌ایه، بعد منگول به من میگه خامنه‌ای تویی؟ ببین گاگول، اصلا تو میدونی من تو سناریو کیم؟ نه میدونی؟ تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی. آخه سفر ماهی 27 ساله داریم این سناریو و این سکانس رو داریم با همدیگه کار میکنیم، هنوز گیج میزنی؟ دیالوگت این نبود که. من دیالوگ خودم رو یادم رفت. عجب داستانه. آقا به جای این یارو یه دیوار یخ برداریم بیانی جلوی ما طبیعی تر بازی میکنیم. دیوارهای یخی. خب بله، تا فیلم های طبیعه بعدی که براتون بسازم و براتون بفرستم رو اکران سینما نها کنین. بای بای. همون تمومه؟ بریم آقا، دست در نکن. او او این پامون خواب رفته جانت. دیشب تا نصف شب نشستی باقا فوتبال نها کردیم با این پامون. عجب داستانه. یه پتو برده بیار بزر بخواب تفلی. بزر بخواب. همون تیجیر ما چقدر؟